استدعا میکنم اگر ممکنه یک ماه، فقط یک ماه دیگه به من فرصت بدید، من پرونده ی رحمان کلاپز به نتیجه برسونم. به جامس که دارن زاد و ولد میکنن ها، چشم به هم بزنین کلانترین ملت شده پارکینگ اختصاصی پژو سبز لژنی واو 91. آقا جان علف باید به درن بوزی شیرین بیاد. بوزبوزک شما ای در میری عزیز خانم، که ای عروس میره پیدا میکنه شما در میری گریزپا شدی. ایشون هم ماشینش پژو، پلاکش هم 91 واو. داشتم معاینش میکردم شو سرنخی بمون بره. واسه چی دست این مرد غریبه رو گرفتی آوردی اینجا مغازه رو بفروشی ها؟ میخواین اینجا رو بفروشین؟ این آقای عین الله برازجانی مرخصه، بگو بیاد اتاق من، داداشش منتظرشه. بردار. من حالا میفهمم چرا این پرونده رحمان کلمت به خلص خورده. من اسد خفته نیستم اگر هر سیر شما رو درست کنم. خانجی جونم، خانجی جونم، خوبی مهندس؟ یه به نبادم باید ظرفیت بالا داشته باشی. این نمیشه که شما تا شکستش که خوردی سری پناه ببری به دامانه اعتیاد به مواد مخدر کوکولی مصرف کنی، هی بگی آقا کوکولی بده من، هی نبات بده. این ساسانپور دفعه 2000مه که با کلکتر فلین رو از بازجویی می‌بنده. بگو ماشین کی تو لیست سیاهه؟ دکتر نوسان. بدشانسی ماست که یک آدم دکمه تکبودی که به هیچ وجه شنونده خوبی نیست بخواد مسئولیت به این بزرگی رو تقبل کنه. دانشگاه احتیاج داره هوای تازه استشمام کنه و اون هوای تازه کسی نیست جز دکتر شعایی. انتخاب دکتر شعایی نمونه بارز شایسته سالاریه و تاریخ به خوبی ثابت کرده خانم ها با توجه به شخصیت چنبودی که دارن به راحتی میتونن از پس نظارت و مدیریت بر بخش‌های مختلف بر بیان. بحث و فمینیستیش نکنید لطفاً.
دکتر نوسان آدم دوست داشتنی نیست، درست، ولی قابلیت های علمیش قابل مقایسه با هیچ استادی توی این دانشکده نیست. کسی منکر توانمندی های علمی ایشون نیست، منتها مدیریت و محبوبیت دو تا فاکتورهای مهمی هن که صد البته ایشون ندارن. اگه فکر کردین که ایشون تریبونی میشن برای حزبی که خودشون هم نمیدونن هنوز چی میخوان، سخت در اشتباهی. خب دوستان گرامی، اساتید محترم، بهتون خیلی ممنون میگم. ولی این رسمش نیست خانم دکتر شهادی. موندم از کی تالا به رسم رسوم پابند شدی دکتر نوسان. یه دقیقه دیگه وایس بهجت. دیر نوید، مردم منتظرن. ماشین فکسنیت هم که مایه دردسر شده. بابا تغییر هر دو نفر ما تو این جلسه به ضرر جفتمونه. هنوز هیچی نشده، هول و هوای ریاست برات داشته حسابی. هول و هوا برام نداشته، از بدقولی بدم میاد. منم که باور کردم. اگه باور کنی باعث تعجبه. واقعا شرمساره، اسخای ما رو قبول کنید، ترافیک وحشتناک. گاهی وقتا وجود بعضی اینقدر ارزشمنده که آدم حاضر سالها به انتظار بشینه، چند دقیقه که فقط وظیفه هست. نظر لطفتونه آقای دکتر. به حول قوه الهی قره به نام بنده افتاد که به نیابت از دکتر عبدالی ریاست محترم دانشگاه، نام استاد ارزنده‌ای که قراره برای مدت 2 سال افتخار خدمت به عنوان رئیس دانشکده نصیبشون میشه رو خدمتتون اعلام کنم. البته همه ما میدونیم که هم جناب دکتر نوید نوسان و هم سرکار خانم دکتر شعایی هر دو از اساتید بدعتگذار و ارزشمند این دانشگاه و میهن اسلامی ما هستند. و خدا رو شکر میکنیم که دانشگاه ما از چنین بضاعتی برخورداره که بتونه از بین سرآمدان علم الکترونیک حق انتخاب داشته باشه. مروس نظر ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر عبدالی رو از این قراره که خدمتتون قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود به محضر اساتید محترم هیئت علمی و تشکر از انتخاب 2 استاد برجسته، بدیهی است که معیار ریاست دانشگاه علاوه بر تسلط بر دانش، تحکم بر نفس و تقواپیشگی است. حقیر ضمن ابراز ارادت به هر دو استاد محترمی که نظر هیئت علمی را جلب کردند، سرکار خانم دکتر بهجت شعایی را به عنوان ریاست دانشکده الکترونیک منصوب می کنم. امید که توفیق خدمت از جانب پروردگار یکتا به این بانوی دانش دوست اهدا شود. و من الله توفیق، دکتر عبدالله عبدالی ریاست دانشگاه. من مطمئن بودم اسم شما از داخل اون نامه در میاد خان دکتر. اجازه بدید بنده اولین کسی باشم که بهتون تبریک میگم. خانم دکتر، روی ارادت بنده هم حساب کنید. با اجازه. جناب دکتر نوسان، جلسه هنوز ادامه داره. در ضمن قراره که همه اعضا نهار کنار هم صرف کنیم. نوش جونتون، نوش جونتون دکتر. غرض مطلع شدن از محتوای نامه بود که همگی با خبر شدیم. توفیق خدمت به دانشجو بیرون از این در معنا پیدا میکنه. باقی بهانه است. با اجازه. فکر کردن اگه زنم رو جلو ملم بکنن من پا پس میکشم. ولی شما اینجایید؟ اونطور که شما غیبتون زد من فکر کردم راهی سفرید. تو چه رئیس باشی چه یه استاد معمولی، برای ما همون محقق باریک بین صاحب سبکی هستی که بودی. انتخاب دکتر شاهایی منافاتی با انتخاب شما نداره. از این جیب به اون جیبه. ثابتی عزیز جانم،
نه من اونقدر بچم که ندونم اون پشت چه خبره، نه شما که بخوای دلداری بدی. این حکم از 6 ماه پیش نوشته شده بوده، خواستن یه بازی انتخاباتی راه بندازن که بگن ما هم بله اهل دموکراسی هستیم. در ضمن من و خانم دکتر شایی همسریم، نه هم مغز. تو بخوای ما یه نامه سرگشاده می‌نویسیم واسه رئیس و به این حکم عارض میشیم؟ کسی که نخواد ببینه نامه سرگشاده و سربسته فرقی نمی‌کنه. اینا دیدن نمیتونن دهن منو ببندن، دارن از زنم علیه من استفاده میکنن، که البته کور خوندن، کور خوندن. و اما اخبار جاده کشورمون. 3 کشته و 2 زخمی ماحصل کیفیت بد آسفالت جاده های بین شهری کشورمون، یکی از هزاران مشکلاتی که این هفته گریبان هموطنانمون رو در جاده های کشور گرفته. و خبر بعدی، باز هم جاده ها، واژگونی کامیون حمل زباله بر ماشین عروس و داماد، داماد به کما رفت. این هم یکی از هزاران مشکلاتی که این هفته در جاده های کشور گریبان هم بکنه. یک برنامه هست عطا بکنه. خدمت جمعی از هموطنانمون هستیم که ظاهرا نسبت به طولانی شدن انتظارشون معترض هستن. دوست عزیز لطفا بفرمایید شما اینجا چیکار می‌کنید؟ صفیم دیگه. صف چی؟ صف سبد کالا. ارتش از زنده نمونید که مطابق. آقا چیکار می‌کنی؟ برای که آقا جان منه همونطور که مولایی بفرمایید، مردم برای رسیدن به حقشون به جونشون هم مایه می‌ذارن. باشید مادر بیا یه دقیقه. بله مامان. اندازت کنم مگه بود خوب خوب برو سر درس باشد. و اما مهمانان ویژه این هفته برنامه 1:1000، سرکار خانوم و جناب آقای زرگنده، کسی که طی یک عملیات مهیرالعقول و خطرناک تونستن بدون دخالت برادران نیروی انتظامی و سایر برادران از ارگانهای وابسته و پیوسته خطرناکترین کیفخواب تاریخ کیفخوابی این کشور رو دستگیر کنن. خب جناب آقای زرگنده، مردم منتظرن بشنوند آن چیزهایی رو که مسئولین نشنیدند یا نخواستند بشنوند. در خدمت شما و ایشون هستیم. خواهش میکنم آقای عطا باز. بله، همونطور که ملاحظه میفرمایید، بفرمایید، این کیف همون کیف نیمدار قهوه‌ای که جا دستگیرش ثابتگی داره و یه گوشه پایینش اینها پارگی. البته من از این خانوم که بزرگترین کیف قاپ سالیان اخیره هیچ شکایتی ندارم، به یه شرط. منو به غلامی قبول کنه. ای خاک بر سر کافر. نگیر آقا، نگیر. خور بشی شالله. خور چیش؟ خور اینه میگم گله گور خورده. واعظی رو میگم، یعنی که شورش رو در آورده از بس برنامه های بیمزه درست میکنه که مخ آدم رو شستشو بده. نگاه به اینم میشه که مجری؟ بله صداتون رو دارم. من چی مصرف کرده؟ اینه پشپک با رفته. صدای گیرنده تون رو کم بفرمید، با گوشی با من صحبت بکنید و مختصر و مفید. بله بفرمید، در خدمت هم. بله غلط نکنم این فلوتی شده، معلومه تمام زندگیم شده گره کور. این گره رو باز میکنم اون کور میشه، اون رو باز میکنم این کور میشه. وای ماما، حالا تو چرا انقدر هرس میخوری؟ شایعه شده مجری این برنامه رو میخوان عوض کنن. خب بنده خدا دیگه دل و دماغ اجرا نداره دیگه. با اون بلایی که خفته سرش آورده میخواد دیگه سر بلند بکنه، وگرنه این 100 تا خفته رو میخورد توف میکرد، آب از آب تکون نمیخورد. مگه نمیگی این بچه شوفره مثل خودت پروفسوره؟ خب که چی؟ مگه نمیگی خوره ریاضیاته؟ منظور؟ مگه نمیگی خدای احتمالاته؟ وای چی میخوای بگی میلا؟ چی میخوام بگم؟ خب خواهر من یکم نموغتو به کار بندازی میفهمی چی میخوام بهت بگم. طرف با این نقشه خیلی درست حسابی و شیک هممونو دور زده، خواسته رد گم کنه. یه تعداد پژوی سبز لجنی و یه سری آدم حسابی هم کرده شریک جرم خودش.
شما ها چقدر دادیم. ببین درست نوشتم؟ رسم این رسم بگیم است. ای بابا این معادله با اتحاد دوم حل میشه دیگه، اینجا برات نوشتم. بعدشم تو به جای حل معمای پیچیده قتل بابا بهتر سر تو کار خودت باشه، معادلات سادت رو حل کنی. تا چسکرین با رزولوشن 4096 در 4096 ساده ترین کاری که یک نفر از شاگردای من میتونه انجام بده. شجاعت این همه سر و صدا نداره که. استاد خودتون بیان یه دقیقه ببینین، یه دقیقه، فقط یه دقیقه بیان ببینین. الان شادی تو شبیه شادی مختره بستنی اتای مهندس. ترجیح میدم وقتی نگاه کنم که چیز قابل به عرضی باشه. متمرکز با شجاعت، متمرکز. اگر با این فهامه تمرکزت به هم میریزه میخوای گروه تو عوض کنم نابغه؟ نه استاد، به هم نمیریزه. با همه اینها امید میره که با توجه به اهمیت این پژوهش که با تکنولوژی نانو الکترونیک طراحی شده بتونیم شرایطی رو ایجاد بکنیم تا با جذب سرمایه کافی و لازم یک مؤسسه آرندی تأسیس بکنیم و این پروژه رو به بهترین نحو ممکن ارائه بدیم تا مورد استفاده عموم قرار بگیره. بقیهش استاد این حاصل 3 ماه سرچ و تحقیق و ترجمه است. بعدش هم خودتون دیدین که نگاه کنید، من اینجا یه نظریه جدیدم ارائه دادم که شاید بشه حتی به بحث ثبت بین المللیش هم فکر. نابغه قرن، یه کوچولو دیر رسیدی. این نظریه جدید شما یه 30 سالی میشه که مطرح شده، رد شده، دوباره مطرح شده و اصلاح شده، دست آخر پذیرفته شده و تشب در اومده. ولی استاد امیدم کردی شجاعت. برو برو بشین. فهمه؟ بله استاد. به خانم شجاعت بگو 3 جلسه از کلاس‌های من محرومه. وقتی هم برمیگرده باید دست کم 10 صفحه مقاله به قلم خودش به زبان انگلیسی همراهش باشه و الا نمیپذیرمش. کیفتون سنگین، اجازه بدین من میارمش. خوشبختانه هنوز چلاق نشدم فهامه. برو سر کلاس. استاد یه چیزی می‌خواستم بهتون بگم. باشه بعد. استاد وقتش الانه. بچه‌ها اجازه شما رو می‌خوام برای اعتراض به حکم تحصن کنن. بچه‌ها از کی تا حالا معطل اجازه من بودن؟
یعنی شما اجازه میدین؟ نخیر. استاد همه میدونن شما یه جوری با بقیه فرق میکنین. اصلا میدونی چیه؟ شما یه جوری درویش میزنید از این مدلای پاپاخته عشقی ها. راستش توی دانشگاه بچه‌ها یه جوری با شما لجن. میگن دکتر نوسان جانماز آب میکشه. میگن نمیشه پژو مال دکتر نوسان باشه. میگن دکتر نوسان بنزر رو تو پارکینگ میذاره که سر زبونا نیفته. البته من تو روی همشون وای میستم ها. همین اخلاق و رفتار حرفه‌ای شما سر جلسه ثابت میکنه چقدر آدم بی عقد و وارسته‌ای هستی. شدم این آینه خاک گرفته ای که فقط تلخیا رو نشون میده. زیاد دم دست باشه میزنن میشکننش. بهتر بند و بساتش جمع کنه بره یه جایی که دوستش داشته باشن. بره قدر بدونم. واقعا میخواین از ایران برین؟ یعنی این ترم تو دانشگاه نمیمونی؟ من کی همچین حرفی زدم؟ همین الان من داشتم بلند بلند فکر میکردم جنابالی هم بار آخرت باشه که گوش تیز میکنی به حرفایی که بهت مربوط نیست. من غلط بکنم استاد؟ میگم دم رفتن شاید بخواین اموالتون حراج کنید. من آشناشو دارم مخصوصا واسه ماشین. آخه کار ما آژانسه، هم من هم بابا. یه وقت گیر آدم ناتو نیفتیم باز خرش کنم. بعد یه عمر دوده چراغ خوردن همین یه فرغون بهمون رسیده که قرارم نیست بفروشیمش. برو به اونایی که شیرت کردن بیای حساب دارایی منو سبک سنگین کنی. بگو نوسان به لحاظ مالی پروندهش پاکه عین کف دست. برو. من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. تمام دارایی بنده یک دستگاه فرغون مونتاژ وطن به علاوه یک باغ منزل مسکونی کلنگی 300 متری واقع در شمرون پایتخته. همینو و سلام. بفرما. ها؟ اوضا پسه داره از ایران میره. چقدر نفس میزنی؟ بی بستنی بخور نفست جا بیاد. خب داره از ایران میره؟ آخه کجای دنیا یه بستنی آب شده میدن که آدم نفس جا بیاد ها؟ ببخشید بکنم این خراب بود چون من خوردم سالم بود این خراب بود. نابه دقیقه اینو یه ساعتی گرفتی تو دستت خب معلوم آب میشه دیگه. دفعه آخرت به شما من میگی نابه قیقرنا. ای مگه بده؟ دو دقیقه باز رفتی پیش نوسان جوگیر شدی اومدی؟ خیلی خوب بابا بی خیال من معذرت میخوام. آه معذرت میخوای که دوباره بهت بگن زنزلی که باز من مسخره شم. بابا بل کن گوش کن ببین ماشین مال خودشه از زیر زبونش کشیدم کارش در اومد. حالا وقتی رفت پیش خفته با اون روبرو شد میفهمه که حق نداره با هر کسی هر جوری دلش خواست رفتار کنه. کی میری کلانتری؟ کلانتری؟ این کار خودته. چرا؟ بابا این سرگور سرخی همینجوری سر معرفی حاجی طلایی و این یارو قصابه اومان لجه. این دفعه بخوام کسی رو معرفی کنم دوباره میندازتم تو بازداشتگاه. تازه من مطمئنم قتل بابا رحمان هیچ ربطی به دکتر نوسان نداره. چرا؟ چون استادته. چون شعارهایی که جنابالی دوستایی رو میده پس نمیتونه قاتل باشه نه؟ گندم تو داری مسئله رو شخصیش میکنه نکنه میخوای ازش انتقام بگیری. امیرعلی تو میدونی من چقدر با خودم کلنجار رفتم تو بتونم باور کنم که ماشین نوسان یکی از مزنونینه. تو فکر کردی بر من راحته؟ فکر کردی من کمتر از نگران آینده علمی من؟ اصلا میدونی چیه؟ تو بهتره بری تو صف معترضین وایسی تحسن کنی علیه دکتر شایی. بنده خودم میرم کلانتری هیچ احتیاجی به تو ندارم. گندم من میگم یه خورده بیشتر فکر کنیم همین. این مسئله احتیاج به فکر کردن نداره نابه. مطمئن این که ماجرا قرار از وضعی شخصی نیست استاد و نمره و پیاننامه و این حرفا. نه جناب سرگرد شخصی کدومه؟ استاد نوسانم یه دونه پیجای سبز لجنی داره مثل همه پیجای سبز لجنی هایی که اینجا متهم بودن اومدن جواب پس دادن. اصلا موضوع شخصی نیست. بله حتما در جریان هستید که آقای فهامه در بازداشت بودن
و اخیرا آزاد شدن. علت بازداشتیشون هم دخالت در کار پلیس بود. ببینین جناب سرگرد، من به نظر خودم به وظیفم درست عمل کردم. ناسلامتی، من شاکی این پروندم دیگه. من شاکی ام، درسته یا نه؟ درسته و غلط چه قانون معین میکنه خانم؟ میتونی تشریف ببرید. برم؟ از اون دیگه میخوای معرفی کنی؟ نه. پس تشریف ببرید، هر وقت نیاز به حضور شاکی بود حتما خبرتون میکنیم. روز خوبی داشته باشید. با اجازه. زهره، برو آشپزخونه بگو آب پرور بیاد، کارش دارم. آرومی جونم، بدون تو دیگه نمیتونم، به خدا خواست این دل خونم، بدون تو دیگه نمیتونم، نمیتونم. بخون من که بالاخره اینجا میرم بیرون، بدبخت توی که هم با من طرفی، هم با دل بدبختت، هم با یه کلانتری. تا دیروز یه آب پروری بود تو رو تو این جهان جدی بگیره، از امروز دیگه تنهای خنجری. من جای تو بودم خودم رو تو این سطل غرق میکردم. چی میگه تو؟ میگه بچه تهرانم به بچه تهرانی خودت میرازی. آب پرور اینجا دیگه آخر خطه، تا آخر عمرت باید سیب زمینی پیازه سطح یه قصد بوس بگیری، جفت چیشه تو از کاس در بیاد. آرومی جونم، بدون تو دیگه نمیتونم. شاید یواش کنی، چی کار داری میکنی اینجا؟ تو هم کثیف کردی، اونجا رو تمیز کن دیگه. هومن کو؟ هومن آزاد شدی یا مشتلق بده. جناب سرگل خفته وسط، این مأموره در نظر گرفته عین دسته گل. حرکت کن، حرکت کن، آزاد شدی. بخون. آره بخون، صدات خیلی قشنگه، فقط یکم نم داره. بخون قشنگ کن. ای خدا، ای فلک، ای خاک تو سر من. فرستادن که از شرکت در جلسه اضطراری تشریف میبرین دیگه. نه خیر، میدونه برای چی؟ برای اینکه این منم که تشخیص میدم چی اضطراریه چی اضطراری نیست. بعدش هم برای جلسه اونا باید بیان پیش ما، نه من برم پیش اونا. تو اینجا چی کار میکنه؟ برو توی صف آقا جان. خبر دار قدم رو. سروا سرخی. بله قربان. درجیم روی دوش تو مونده من نکنده باشم؟ نه دیگه، زحمت همه رو کشیدی. این لباسای تو رو بکنم چی میشه؟ میرم آشپز خواه. خب بسیر احترام نمیذاری به ما فوقت. قدی بود، خیلی قدی خشن. سرکار زوره، من خودم شخصا به تو قول میدم امروز برم بایگانی معافیتو رو در بیارم بذارم که به دست تو. اینو به عنوان یک کهنه سرباز به تو قول میدم. قربان، همین که در خدمت شما بودیم اینجا در رکابتون بودیم و موهای این دندون آسفید کشته بسیار بسیار از هر کسی و هر کسی دیگه خوش آمده کنیم. این درسته دیگه، گفتم سیبیل های چخماقی به تو نمیاد، سیبیل انگوشتی به تو میاد. این الان یه خورده بلندتر بشه بهترم میشه. خب خبر دور.
یه قبیه قشنگ شده ها. چیزه ده بزه داخلیه؟ چیزه ده بزه داخلیه؟ شما اسطوره نسل ما هستین جناب سرهنگ خنجری. میگم بچه دانشگاه رو صدا کنم دو تا عکس با هم دیگه بگیریم. نه خیر. بازم من شرایط ازدواج دارم و آمادگیشم دارم. باشه بعدم بهش فکر میکنم. ماشاءالله. خیر ببینید ایشالله جناب سرهنگ شهر رو ملقب به سولت. آفرین که بالاخره قاتل شوهر منو تو گرفتی. آفرین. آفرین. من فقط انجام وظیفه کردم خانم شجاع. خیر ببینی. قاتل! خواهی رفت ببینم. قربان. اصابش هم ویرانه. چه سری تکان تکان میده واقع ایران. خب کن خب کن قایم شو قایم شو بله برو معلوم برای چی معطلیم. خب بریم بازداشتش کنیم. دسته تبه که ججاره نکن. تو که این موقع متوجه بشه ها بربر. یه حرکت استراتژیک عزیز من. طرف فرنگی دانشگاهی باید بریم یه جای خلوت بازداشتش کنیم. کسی متوجه نشه جلب توجه نکنه. برو بگیره جامر بری چی بایستادی؟ جناب سرگرد میخواییم باور کنید یا نکنید آدم های نابغه ترسناکن. اصلا کلن نوابغ بر دو نوع هن. میگین چرا؟ نه خیر من نمیگم چرا پرچانگی هم نکن راحت هم برو. خب حالا دیگه وقتشه خلوت هم هست جلب توجه هم نمو کنه. پژو 405 سبز لجنی واو 91 لطفا بزن کنار. جلب توجه نکنه؟ نه ولی واین هست. آقا بذار کنار بجو 405 سبز لجنی. قفله بفرمایید. ببخشید مشکلی پیش آمده؟ خیر البته بسیگی داره شما به چی بگید مشکل. از شما که فرنگی هستید بعید ماشینه اینجوری نگهداری بکنید. ببینید سرکار من امروز روز کاری بسیار سختی رو داشتم. احتمالاً رانندگی با یه همچین لگنی بسیار بهتر از ماشین های آخرین سیستمه که حق من نیست. چه یعنی هست؟ من اهل خودنمایی نیستم. اولندش خیلی بهتره شما به بنده بگید سرگرد نه سرکار. دومندش این که ماشین گران قیمت حق شما هست یا نی به ما هیچ دخلی نداره. ما از یه لحاظ دیگه با شما کار داریم. ببینید جناب سرگرد اگه موضوع برمیگرده به چاپ آخرین مقاله علمی من در ژورنال های معتبر غربی باید خدمتتون عرض کنم که بنده هیچ تقصیری ندارم. دنیای ارتباطات و اینترنت آقا. هر نشریه میتونه با یک کلیک هر مقاله ای رو برای خودش دانلود کنه آقا و به اسم خودش چاپ و منتشر کنه. خوشبختانه من اینقدر از خودم مطمئنم که میتونم به راحتی در هر محکمه دفاعیات خودم رو ارائه کنم. یه لحظه دفاعیات دان غلاف بکنی داخل کلانتری ارائه بدید. من تا وقتی صورت مسئله رو ندونم نمیتونم مسئله رو حل کنم آقا. بله حتما صورت مسئله هم شخص شخیص رئیس کلانتری خدمت دان ارائه میده. دیگه چیه؟ من مشکلی ندارم میام کلانتری. بفرمایید من دست پشترتون حرکت میکنم. خیر عزیز من برادر من شما الان مزنونی. الان اگر دست من فرار کنی من دستم به کجا بنده؟ به خود بنده؟ آقای محترم با یه جانی که طرف نیستید. کسی که روبروتون ایستاده با 30 سال سابقه نابترین دستاوردهای الکترونیکی رو ارائه داده. تو اینه تا نکنی تو چشمه ولکن نیستی نه؟ رفتارتون توهین آمیز آقا. توهین آمیز. عزیز من پرونده شما امنیتی شده. من اگه سهلنگاری بکنم ولش بکنم با خودم گیره. افتاد؟ ها پرور بشین پشت ماشین های 90 سانت بینم. ببخشید ها. سویچ روشه. البته این ماشین قلق داره. به هر نابلدی سفاری نمیده.
اختیار داری، ما از این لگن تراش هم راه انداختیم. البته جسارت نباشه، اگه ناز داره من براتون نازشو میخرم. من فقط یه چیزی بگم، به نظر من جناب مهندس، ماشین که با استارت اول روشن شه مفت نمیارزه. چرا؟ چون ساده ترین کار روشن کردن ماشین با استارت اوله. چیزی که سخت روشن میشه دیر خاموش میشه. مثل انسانای اولی بودن با سنگ چخماق چیز بود. الان چه وقت پرچانگی ها پرور؟ بجوم روشنش گذار تو کار داریم. نابلد سواری نمیده این ماشین. اگه قرار بود هر کس و ناکس بشینه پشت این فرمون که این اختراع به مفتم نمیارزید، تا حالا صد بار دزدیده بودن ماشین. انتظار داری برای این اختراع مشکلت برات کم بشنه مورا بکشم؟ این جوانه جویای نامه، اگه بازی نکنی کار خودت تمامه. یه دستور بازش کن. بازش کن. بازش پربر. پربر عزیزکم، پربرکم شده بیا پایین، خبره بشه خوردی بیا پایین. جوزاگان من تا حالا هیچ وقت اینقدر از نزدیک با مرگ روبرو نشدم. جوزاگان من همیشه فکر میکردم که ترس باور آدم ها رو عوض میکنه، ولی باور کنید غیر از عوض کردن باور بلاهای دیگه هم سر آدم میاره. البته من تلاش کردم چلوش رو گرفتم. نه ترس یکم، این درسته که نابغه ها دونو هن. مردم دوست و مردم کش، احتمالا سوژه مورد نظر ما نوع دومشه. آقا جان من حلش میکنم، شما بشین خودت پشت فرمان. بربر عزیزم تو هم بشین بغلش، بیاد کلانتری ما پشتتانم. جوزاگو بله. من خواهش میکنم، من حاضرم 10 شب جای خنجری شیف بدم و این سوار این ماشین نشم. این کار با من نکنی. نه کجولو متهم چیزی نیه، پیر مرد جلهی ترس داره، اونا همه از بابازی ها عربان قدر. تو بشین بغلش، من پشت نفه کنی نامحسوس. محسوس حواده دارم. چرا؟ تو برو، من آمدم. برو. استاد میام همین، غیر از این دسته و این گردن بنده که خفه میکنه دزگیره، آپشن دیگه هم داره؟ داره. میخوای دوش بگیری؟ نه من فقط سوال کردم. این چیه؟ فشارش بده. کجا باز دوباره شال و کلا کردی؟ نگو دانشگاه که اصلا باورم نمیشه. دانشگاه ندارم. خب از کجا؟ دارم میرم کلانتری. دال. کلانتری برای چی؟ وای دلم واسه اون آقا خفته و سرواز وراجش تنگ شد. نده بگو دلم برای او خیر ندیده، فهامه تنگ شده. مامان برم جمال اون رو زیارت دارم. میرم دنبال پرونده نوسان، دلم اینه سیر و سرکه داره میجوشه. دست بردار. دست بعد شرش یقت رو میگیره ها. یعنی از خون بابام بگذرم؟ منه نگاه، با تو هم همه سر کاریم. کدوم قاتل کدوم خوب؟ چه معنی داره هر آدم آبروداری که پیشوی سبز لجنی داره قاتل بابای تو باشه؟ ما مثلا تو تحصیل کرده ای، درس خونده ای، خیلی سر پروفسور یک خانواده ای، حالا من هیچ. عالم آدم رو با خودمون دشمن کردیم که چی؟ احتمال داره شما قاتل باشه. بچه هم میلاد با تمام نفهمیش بالا راست میگه، میگه انگار یکی نشسته نقشه کشیده کبریت بکشه به آینده دونه دونه. من تا قاتل بابام پیدا نکنم دست بردار نیست.
قاتل بابات رو بخوای دست از عشق و عاشقی بردار، چشم وامونده تو باز کن، قاتل بابات رو پیدا میکنی. اتفاقا برای همینه که پیگیر قاتل بابام، برای اینکه به شما ثابت کنم امیرعلی قاتل است. بچون گلاب تا زندگی رو کن فکر کنه شده بچون سر برید اینجا بی زحمت باید با تا برید اینجا در قفل این در قفل خوب گوش کن آقا پسر تا وقتی نگه این همه پژو اینجا چی کار میکنه منو واسه چی آوردین کلانتری اون در همین جور بسته میمونه سنسورهای این ماشین حساسه و مستقیم با اعصاب من در تماسه متوجه؟ پس سر به سرم نزن من تو زاد و ولد این پژو هیچ دخل و تصرفی ندارم اینجا کلانتریه دیگه شما هر مشکلی داری به این با رئیس کلانتری حلش کنی من بیگناهم این در رو با کمان برم مگه چی دیدی آ فربر؟ سلامت به چن قربان. این ماشین رو صاحبش خطرناکه من توی این ماشین فوبیای فضای بسته گرفتم. شما بیا برو تو کوپو تو این ماشین میفهمی من چی میگم. این یه دکمه رو میزنه کل فضای ماشین مسموم میشه. یه دکمه دیگه رو میزنه یه گیوتین میاد سرتو بزنه. من به این ماشین رو صاحبش مشکوکم. من بهت گفته بودم اصولا نوابغ به دو نوعن. دیدی؟ اینو من گفتم قربان. خیلی خوب با من جر نکو. ماشینا من یاد موشای آزمایشگاهی میندازه این چه بساطیه بله اگه شما خلافش کنید من توضیح میدم این انگشت مرگ من بیار پایین بله عرض میکنم خدمتتون البته راننده های این ماشینا موش آزمایشگاهی هن بماند که ماشین شما هنرنماییاش خیلی زیاده که البته به پرونده ما مرتبط میشه ها به هر حال ورود دانه به کلانتری صد ملت تحت الحفظ خوش آمد میگم این رو ویبره است خیلی خوش آمدی پر پشل بلیم کلاخ دردار رحمان شجاعت کله پز که احتمالاً بند زیرش گرفتم احتمالاً پدر گندم شجاعت دانشجوی احتمالاً خود سر منه احتمالاً درست حد زدم نه؟ بله با توجه به هوش سرشارتون چندانم دور از ذهن نبود این حدس درستتون قربان دکتر نوسان فرکانس پارازیت LMB بحث جذاب روزه دکتر نوید نوسان مدرس رشته برق و الکترونیک اسم شما با رشته‌ای که در این کار میکنین در یک تعامل قابل تعاملیه درست از میکنم؟ چرا بیشتر بستش نمیدید؟ نوسان تو کل کشور ریشه دار شده روابط سیاسی، اوضاع اقتصادی، سیاست گذاری های علمی و آموزشی و سلامت عقل و روح و روان اتفاقا خفته بودن شما هم تو این شرایط یه جور جذابیت ویژه برای من داره البته خفته
یه اسمه، ما به طور نامحسوس بیداریم قربان. بهتره بریم سر حل معادله رحمان کله پس، اینو به نتیجه برسونیم. نوسانم یه اسم بود، حالا شده یه دکوری مثل همین کاپایی توی کتابخونه شما که دی باش پوز بدن، باش آبرو بخرن برای خودشون. البته توی مملکت شایسته سالار که جایی برای هر زندم امثال من وجود نداره. نفرمای قربان، جامعه ای که بخواد نخبگان خودشو پس بزنه فاتحش خونده است. علت این همه بدبینی رو من نمیفهمم. خودم هم نمیفهمیدم. ولی امروز به هم ثابت شد که همون بی‌عدالتی که تو محیطه علمی بیداد میکنه، به طور وحشتناکترش تو همین مراجع قانونی بروز پیدا کرده. ببخشید، از کدوم بی‌عدالتی حرف میزنی؟ این که دانشجویی که به جای سلول‌های خاکستری توی مغزش آهک تلمبار شده بیاد علیه استاد خودش که بیش از 30 سال سابقه خدمت داره، استادی که برای چاپ مقالاش تو کل دنیا دعواست، بیاد پرونده سازی بکنه و شما هم خیلی راحت، چرا خیلی راحت حرفش باور کنید و با آبروی و بازی کنید. چرا این بی‌عدالت؟ باور کنید. نه، خواهش میکنم جناب دکتر نوسان، مسئله رو شخصی نکنید. ما بر اساس حرفای خاله زنگی کسی رو متهم نمی کنیم. ملاک قضاوت ما دکتر جان یک پژوی سبز لجنیه با 2 رقم از پلاکش 91 واف. ربطی هم به دانشجوی شما خانم شجاعت نداره. شما هم اولین مظنونی نیستین که بابت این پرونده پاش به کلانتری رسیده. درست فهمیدم؟ چیه قربان؟ یعنی شما فقط 2 رقم از پلاک مودن؟ بله. مشکلی پیش اومده؟ عصف خواب جناب خفته، ولی این معادله که شما میخوایی تلوش بکنید 1000 مجهولیه. یعنی در علم ریاضیات چند صد احتمال وجود داره. بله احتمالات زیاده، ولی خب رنگ، مدل، 2 رقم پلاک، همینا به ما کمک میکنه. یه کمی زمان بره ولی حل میشه. اگه ممکنه فوت بکنی؟ بله. یکی دیگه، تو این گزارش نوشته که ماشین به نام همسر شماست، خانم بهجت شعاعی. من میخوام بدونم تو شب حادثه ماشین دست شما بوده یا دست اوشون. من با این مشغله ذهنی نمیدونم نهار چی خوردم امروز. اصلا من نهار خوردم؟ من امروز نهار خوردم. به نظرم خوردین قرمه سبزی. ها، ممنون. شما همون بهتر از همسرم بپرسین، شاید تو اون دفتر خاطرات روزانش که من اسمشو گذاشتم دفتر حساب کشی، چون تمام بدبختیش آخرش میاد به من ختم میشه، تو نوشته باشه. خدا رو چی دیدید؟ شاید به فضوح اونجا منو قاتل کرده باشه. انشالله که اینجوری نیست، ولی خب تماس از شما حل معادله از ما. اختیار دارید. تماس از شما، تماشای حل معادله بازم توسط شما از بنده. حتما. این انگشت مبارک رو لطفا ببخشید. شمارش بفرمایید. بدیشه همینه که بوش میمانه، یه اینو خود دود میکنی باید یه سب از اتکلان خالی کنی رو تن و بدنه. نیرم ازاز والا. فکر نمیکنین به جای اینکه اینجوری خودتون عذاب بدین و ارباب رجوع رو خفه کنین، بهتر باشه از این آدمسای ترک سیگار استفاده کنین و مشکلتون رو حل کنین؟ من که نمیفهمم منظور شما چیه خانم دکتر، ولی اونی که باید خیلی چیزا رو ترک بکنه شوهر شما، نه بنده. ببینین جناب سرگرد، من پیش شما اومدم به خاطر اینکه امیدی به بیداری شیر بیشه تدبیرتون ندارم. مامورای شما تو بیمارستان همه رو کلافه کردن، گفتیم باید تحت الحبس باشه، قبول. اما شما به من بگین، بیماری که نای راه رفتن نداره برای چی باید یه لشکر ازش مراقبت کنن؟ فکر نمی‌کنین به اون لشکر اینجا بیشتر احتیاج داریم؟ ها، او دیگه تشخیصش با ماست خانم دکتر. فقط شما یاددان نره که شوهردان نبوغ زیادی داخل مخفی‌کاری دارن. ما ماموریم و معذور که نذاریم اوضاع از اینی که هست
بورانی تر بشه دیگه چه؟ جناب سرگرد، من اصلا دلم نمیخواد با شما مثل جناب سرگرد خفته سر کلیات و جزئیات بحث کنم، اما دارم باهاتون اتمام حجت میکنم. جلیل تا ترک کامل توی بیمارستان بستری میمونه، پس ازتون خواهش میکنم با حضور ماموراتون بیشتر از این آبروی منو نبری. بهتون قول میدم اگه جلیل دست از پا خطا کنه خودم تحویل قانونش میدم. پس اگر حکم جدیدی مبنی بر بازداشت مجددش توی این شرایط بحرانی براش در نظر بگیرید، من خودم یه تنه جلوش وای میستم. حتی اگه لازم باشه بازداشتگاه میرم، اما اجازه نمیدم کسی بهم زور بگه. مفهومه؟ خانم دکتر، شما خودت بهتر میدانی تهدید سرگرد مملکت حین انجام وظیفه جرمه. طرفداری سفت و سخت دم از جناب مهندس یه جور شراکت در جرمه. مفهومه؟ الو، پروره بفرست بیاد اتاق من. حالا شما خودت مختاری تا آمدن پرور فکراده بکنی. پس اگه هنوز مصرید جای مهندس برید بازداشتگاه، ایشون شما رو راهنمایی میکنه. ظاهراً معاون خفتم بیدارتر از خودش نیست. پس تا شما هم خوابدان نگرفته تشریف ببری تا ما او کار درسته انجام بدیم. دکمه این وری هست. به 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 بوی عطر. آه جو سرگرد. پرور، خانم دکتر خدمت شماست. خانم دکتر اصلا نگران نباشید، یه نفس عمیق بکشید. من به نظر من همیشه یک دری هست که ممکنه ما نبینیمش. این جمله که خودتون گفتید. پس ما باید اینقدر دقیق نگاه کنیم تا اون در مورد نظر رو پیدا کنیم، بعد دیگه با یک کلید بازش میکنیم دیگه. بفهمید. اگه بخوای بعضی درها رو باز کنیم، بوی گندش همه رو خفه میکنه. تا اون در مورد نظر پیدا میشه، ماهک من بی پدر شده و اون وقت منم که میشم متهم. منم که باید بگم چرا برای نجات پدرش هیچ کاری نکردم. ظاهراً داستان من با کلانتری شما پایانی نداره آقا. با سیاسی کردی قصه رو خانم دکتر. نه جناب سرگرد، نه منظور خانم دکتر اینه که ته قصه که باز باشه جذابیتش دو چندان میشه. مثل رمان هممون خوندیم دیگه، ته قصه باز الان موده. بفرمایید خانم دکتر. من به یه بحران پیچیده فلسفی رسیدم، میشه روشنم کنیم؟ تو این کلانتری همیشه خاموشیه، برای روشن شدن مغزت به برق سفاز احتیاج داری. نه من میگم که چه حسابیه؟ شما همه رو مقصر میدونی الا این آقای مهندسو. نه اتفاقا اصلا اینجوری نیست. تو این ماجرا مقصر اصلی خود منم. دارم یاد میگیرم از این به بعد توی خودم دنبال مقصر بگردم، نه اینجا نه هیچ جای دیگه. خدا نگهدار. نگهدار آقا، نگهدار. همون رکوروده ای من اومد تو دهنم، انقدر گاز دادی ترمز کردی، گاز دادی ترمز کردی. آمجی خودت گفتی باید ماشین رو بپام. خب اون پاییدی، منو نپاییدی که. من سه روز فقط باید پیشنم گره ای رو دم رو باز کنم. نگهدار. این بابا بگی بیا خوبی کن. کشتی منو بابا. برو گندو کجا با این نشده؟ میخوام برم تو چشاش نگاه کنم، بهش بگم. ببین خودت نمیدونی دقیقا چی میخوای بگی، فقط خشک داری. یعنی میگی نرم تو؟ نه میگم تو شیکمش نرو. ببین گندم، نوسان حرف اول و آخر رو تو دانشگاه میزنه، با یه اشاره میتونه زندگی جفتونو بپسه هوا. تو میترسی؟ نه گندم صبر کن. ببین یه درصد فکر اون قاتل بابات نباشه.
حرفی زده نشه که بعد نتونجم وجورش کنی. خب یه جوری میرم تو که با شش رو چش نشم، میرم یه سرگوش آب میدم زود برمیگردم. تو همینجا وایسا، من زود برمیگردم. خب خیلی خوب، قول میدم شر درست نکن. آفرین دختر باهوش. بعد پریده رو ببین، سر رو میگیری دوبار بس میکنه به این پسر. آقا من عجله دارم، ببخشید. ولی من عجله ندارم، ایشالا بار شما هم سبک میشه. میگم اگه شما بخواید میتونین سبکش کنید. تو سلام آقا سرگاد، خسته نباش. بعد موقع مزاحم شدم؟ بس که عزت احترام دیدیم، خوشی زده زیر دلمون، تصمیم گرفتیم آخر عمری از ایران بریم کشورهای خارجی تحقیر بشیم، گمنام بریم. جهت تکمیل اطلاعات عمومی دارم عرض بکنم، ماشین متعلق به خانم دکتر نوسانته، نه خودش. مفاخر مملکت که حال و روزش اینه، وای به حال بدبخت بیچارهای مملکت. گندم کار نکن دست بندازم این گیس که چه عرض بکنم، مقنعت رو بکشم تا خوده ببرم اتا زبون بکام بگیر. آخ کجایی لیلی مجنون کش؟ داده البته مادرت چیزه، خودش بیشتر در جریان کم و کیفه، کیفه هست. یعنی چی مادر من در جریانه ها؟ یعنی چی مادر من در جریانه؟ از اون میز سفیدت خجالت بکش. تو با مادر من چه سر و سری داری ها؟ بزنم لهش کنم. مگه خود خوار مادر نداری؟ تو یکی رو خوب میشناسم، میدونم که همچین نقشه های جور و جور که تو کلته چشات و درشت میشه بلکم نمیزن. همین تو بچه رو لوس کرده دیگه، بی خود بهانه نیار. خدا رو شکر الان یکی پیدا شده قراره به جفتتون برسه. نه آقا اختیار داری، شما کور نیستی که، شما یکم خطای دید داری فقط. چی سو؟ کجا سو؟ پارک سوخت؟ عملیات ها تعریف کن که مرگون شدی چاک کنی دیگه نستی لاغر کنی. بسه بابا جان، همه که نمیتونیم یه جا تعریف کنیم. مانه داری میبری، ایشالا دفعه بعد که اومدن خونه ما گل میگیم گل میشنویم. بله موافقی شما؟ یاد از آن